سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه یک مثال از ماتریس ها رو حل بکنیم مثالی که میخوایم حل بکنیم و من اینجا براتون آوردم که از کتاب درسی هستش برای گفته برای زاویه ثابت داده شده تتا و عدد طبیعی n ثابت کنید که آر تتا به توان N مساوی هستش با آر ان تتا خب حتما خاطرتون هست که آر تتا ماتریس دوران با زاویه تتا هستش که این زیر داده شده یعنی ما باید ثابت کنیم که ماتریس کوسینوس تتا منفی سینوس تتا سینوس تتا کوسینوس تتا به توان N برابر هستش با ماتریس آر ان تتا که خواهد بود کوسینوس ان تتا منفی سینوس ان سینوس ان تتا و کوسینوس ان خب به صورت شهودی. این رابطه که اینجا داده شده هرچند ظاهرش یکم پیچیده است اما خیلی واضح هستش چرا؟ چون ما گفتیم که ماتریس آرتتا ماتریس دوران حول م... مبدع مختصات به اندازه زاویه تتا هستش در جهت مثبت مثلثاتی خب حالا اگر این ماتریس آرتتا به توان N بیاد روی یک نقطه X و y اثر بکنه یعنی ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم اون نقطه رو N بار با زاویه تتا دوران میدیم پس اینجا بیاد بر خودمون بنویسیم n بار دوران با زاویه یه چی تتا این چی هستش این اثر ماتریس آر تتا به توان n هستش خب به طور شهودی ما میبینیم که این در حقیقت اثر برابر با چی خواهد بود برابر با این خواهد بود که ما یک بار بیایم نقطه‌مون رو به اندازه n ضرب در تتا دوران بدیم درسته به جای اینکه n بار تتا تتا دوران بدیم نقطه اون رو میتونیم یه بار n ضرب در تتا دوران بدیم پس برابر با یک بار دوران با زاویه با زاویه n ضرب در تتا خواهد بود که این چی هستش همون آره انتتا هستش خب پس به صورت شهودی میشه دید که این رابطه باید برقرار باشه اما اگر اثبات دقیق ریاضی این رابطه رو بخوایم باید یکی از راهاش این هستش که از استقرار ریاضی استفاده بکنیم خب اثبات استقرایی چطور هستش؟ دو مرحله داره اول اینکه رابطه ای که داده شده که قراره برای همه انهای صحیح انهای طبیعی برقرار باشه اول باید ببینیم که برای ان مساوی با یک برقرار هستش یا نه که خب برقراره چرا؟ چون برای این مساوی یک سمت راستمون هست آرتتا تتا به توان یک خود آرتتا هستش و سمت چپمون هست آرتتا تتا توان یک خود آرتتا هستش سمت راستمون هم مجدد خود آرتتا هستش پس برای این مساوی با یک برقراره مرحله دوم اثباتمون اثبات استقرایی چیه؟ نه میگیم که فرض بکنیم که فرض بکنیم که رابطه که داده شده برای n برقراره یعنی فرض بکنیم برای یه n داریم r تتا به توان n مساوی هستش با آر n تتا آیا میتونیم از این نتیجه بگیریم که رابطه برای n به یک هم برقراره یعنی آر تتا به توان n به یک مساوی با r n به علاوه یک تتا هستش اگر باشه اثبات ما کامله چرا چون میتونیم از n مساوی یک استفاده شروع بکنیم بعد دو میگه که برای n مساوی دو هم برقرار دوباره برای n مساوی سه هم برقرار خواهد بود و به همین ترتیب چون ما گفتیم برای هر n اگر برقرار باشه برای n به علاوه یک هم ثابت کنیم که برقراره خب بیاید ببینیم ب... این شرط دوم رو میتونیم اثبات بکنیم یا نه خب ما داریم که خب میخوایم ثابت کنیم آر ان آر تتا به توان ان به علاوه یک مساوی با چی هستش آر تتا به توان ان به علاوه یک این مساوی با چی هستش مساوی هستش با آر تتا ضرب در آر تتا به توان ان درسته خب که این خودش مساوی با چی هستش از فرضی که اینجا داریم میدیم که آر تتا توان ان مساوی آر ان تتا هستش پس این هست آر تتا ضرب در آر ان درسته خب حالا بیایید هر کدوم از اینا رو بنویسیم آر تتا چی هستش هست کوسینوس تتا منفی سینوس تتا سینوس تتا کوسینوس تتا درسته این آر تتا هستش ضرب داره میشه تو چی؟ تو آر ان تتا آر ان تتا چی هستش؟ هست کوسینوس ان تتا منفی سینوس ان تتا سینوس ان تتا و کوسینوس ان تتا خب این دو تا دو در دو رو اگر تو هم دیگه ضرب بکنیم چی به دست میاریم؟ مساوی خواهد بود با خب درایه یک و یکم میشه چی؟ میشه کوسینوس تتا کوسینوس ان تتا منهای سینوس تتا سینوس ان تتا من یک کمی جا بجانشتم. سینوس تتا سینوس ان درایه یک و دو میشه چی؟ میشه منفی کوسینوس تتا سینوس ان انتتا منهای سینوس انتتا کسینوس انتتا از میخوام منهای سینوس تتا در کوسینوس انتتا یکی آدم میتونه اینجا رو اشتباه بکنه خب درایه دو و یک چی میشه؟ میشه سینوس تتا کوسینوس انتتا به علاوه به علاوه کسینوس تتا سینوس انتتا درسته؟ کسینوس تتا سینوس انتتا خب درایه دو دو چی میشه؟ میشه منفی سینوس تتا سینوس انتتا به علاوه چی؟ کسینوس تتا کسینوس انتتا آفرین خب نم این رابطه که اینجا نوشتیم یه کمی ترسناک به نظر میاد اما اگه تک تک درایه ها رو نگاه بکنیم میبینیم که خیلی ساده میشه کردشون خب این درایه چی هستش کسینوس تتا کسینوس انتتا منهای سینوس تتا سینوس انتتا از اتحادهای های مسلساتی میدونیم که برابر با کسینوس تتای به علاوه انتتا هستش درسته کسینوس جمع دو زاویه اگه بس بدیم این میشه خب این درایه یک و دو برابر با چی میشه میشه منفی سینوس تتای به علاوه انتتا. اینا رو خودتون میتونید بس بدید و ببینید که همون چیزی میشه که من دارم میگم اگر به من اعتماد ندارید. خب این یکی چی میشه؟ این یکی میشه سینوس تتا به علاوه انتتا و نهایتا این درایه میشود کسینوس تتا به علاوه انتتا. خب ببینیم که اینا همه سینوس یا کوسینوس تتای بر و ان تتا هستن تتا بر و ان تتا میتونیم بنویسیم ان بر و یک تتا دیگه درسته پس داریم کوسینوس ان بر و یک تتا منفی سینوس ان بر و یک تتا سینوس ان و یک تتا و چی کوسینوس ان به علاوه یک تتا خیلی هم خوب خب این ماتریسی که اینجا داریم چی هستش؟ طبق تعریف هست آره n به 1 تتا درسته ماتریس دبران هستش به اندازه زاویه n به 1 در تتا پس ما نشون دادیم که a تتا به توان n به 1 مساوی با a n به علاوه 1 تتا هستش و این اثبات استقراییمون رو کامل میکنه. خب پس ما تونستیم این رو اینجا ثابت بکنیم که آر تتا به توان n مساوی با آر n تتا هستش حالا شاید شما از من بپرسید که خب این اصلا به چه دردی میخوره این رابطه ای که اثبات کردی اینجا برای ما خب من الان میتونم یه مثال خیلی جالب براتون بزنم از کاربرد این رابطه با هم دیگه بریم توی صفحه جدید تا یکی از کاربرداش رو ببینیم خب فرض کنید که یه نفر اومده به ما گفته که من یه ماتریسی دارم ماتریس همین هستش رادیکال 3 منفی 1 1 و رادیکال 3 خب و اینم مثلا اسمش رو بذاریم ماتریس A خوبه حالا به من گفته که شما بیایید برای من A به توان 600 رو حساب بکنید خب خب شما اینجا میبینید که اگر ما بخوایم واقعا این ماتریس رو به توان 600 برسونیم خیلی کار مشکلی اصلا شدنی نیستش اما حتما باید یه کلکی بزنیم که بتونیم راحت تر آب توان 600 رو حساب بکنیم خب کلکش چی هستش کلکش اینه که اگر قیافه ماتریس آ رو نگاه بکنیم میبینیم که این دو تا درایش با هم دیگه یکی هن. اینجا هم این منفی که و این یکه. پس این یه شباهت هایی به ماتریس دورانی که ما دیدیم داره درسته خب فکر کنم همتون الان فهمیدید که چه میشه دقیقا به ماتریس دوران ربطش داد ببینید آ رو ما میتونیم اینطوری بنویسیم آ رو میتونیم بنویسیم آ هست دو ضرب در ماتریس رادیکال سه دوم منفی یک دوم یک دوم و رادیکال سه دوم درسته من اومدم همه درایه های آ رو به دو تقسیم کردم و بعد نهایتاً کل ماتریس رو دو ضرب کردم پس این چیزی رو تغییر نمیده اینم اینجا شبیه 20 شد من این ضرب رو اینجوری می نویسم خب حالا درایه این ماتریس رو نگاه بکنید رادیکال سه دوم چی هستش؟ هستش کوسینوس سی درجه درسته یا کوسینوس به رادیان اگر بخوایم بنویسیم پی شیشم درسته منفی یک دوم چی هستش؟ هست منفی سینوس سی درجه یا منفی سینوس پی شیشم به درسته خب پس ماتریس آمون در حقیقت چی هستش؟ آ هستش دو ضرب داره دو ضرب داره کسینوس پیشیشوم منفی سینوس پیشیشم سینوس پیشیشم کوسینوس پیشیشم درسته خب خیلی هم خوب حالا این ماتریس چی هستش ماتریس دوران به اندازه سی درجه یا پیشیشم هستش پس آ هست دو در آر پیشیشم درسته ماتریس دوران به اندازه پیشیشم خب از این نتیجه میگیریم که پس آ به توان 600 مساوی با چی هستش مساوی با دو در ماتریس دوران به اندازه پیشیشون به توان 600 هستش درسته که این مساوی با چی میشه؟ مساوی میشه با دو به توان 600 در آره پیشیشون به توان 600 درسته ولی خب ما توی مثالی که با هم حل کردیم دیدیم که آره تتا به توان n مساوی با آره انتتا هستش درسته پس ماتریس دوران به اندازه پی شیشم به توان 600 برابر هستش با ماتریس دوران به اندازه 600 تا پی شیشم رادیان درسته که این هست چی؟ آره 600 و پی شیشم شیششون که ساده میشه میشه آره 100 پی خب 100 پی خب میشه چند درجه دقت بکنید که هر دو پی هستش 100 و اوز میخوام سی و شست درجه درسته پس صد پی هستش پنجاه تا دو پی درسته یعنی پنجاه تا سی و شست درجه قبوله خب پس این ماتریس دوران سطحی هست انگار 50 بار 360 درجه بخوایم نقطه رو بچرخونیم اما هر 360 درجه که بچرخونیم که نقطه میاد سر جای اولش پس 50 بارم اگر هی 360 درجه بچرخونیمش نهایتا نقطه میاد سر جای اولش درسته؟ بیاید اینجا ببینید اگر مثلا اینا محورهای های x و وای ما باشن نقطمون رو میایم یه 360 درجه میچرخونیم میاد سر اولش سر جای اولش دوباره یه 360 درجه دیگه یا یه, یه دو پی دیگه برمیگردن سر جای اولش پس 50 بار هم اگر این کارو بکنیم یعنی به اندازه 100 پی رادیان اگر نقطمون رو بچرخونیم میاد سر جای اولش پس در حقیقت آره 100 پی عین اینه, اینه, که نقطمون رو هیچی نچرخوندیم عین آر صفر میمونه درست انگار صفر درجه چرخونده چون نهایتا برگشته سر جای اولش پس آر صد پی برابر هستش با چی؟ برابر هستش با آر صفر که میشه کوسینوس صفر منفی سینوس صفر سینوس صفر و کوسینوس صفر درسته که مساوی میشه با کسینوس صفر که میشه یک سینوس صفر سفره، منفی سینوس صفرم صفره و صفر هم صفر و کسینوس صفر یک یعنی شد چی شد ماتریس همانی دو در دو آیه دو درسته قطرش یک دو تا درایه دیگه صفر خب پس اینجا داشتیم آ به توان 600 مون مساوی هستش با دو به توان 600 در آر پی شیشون به 600 شیش که آر پی شیشون به 600 شیش خودش شد آر 100 پی و آر 100 پی هم مساوی با ماتریس همانی دو در دو شد یعنی یک سف سف و یک پس ماتریس آمون به 600 برابر با چی میشه؟ میشه دو به 600 سف سف و دو به 600 خب پس دیدید با به کار بردن قضیه ای که با هم دیگه اثباتش کردیم تونستیم خیلی راحت ماتریس آب توان 600 رو حساب بکنیم در صورتی که اگر میخواستیم همینطوری ماتریس رو به توان 600 برسونیم تقریبا غیر ممکن بود برامون خب این هم از مثالی در مورد ماتریس ها توی جلسه کلاس درس بعدی میبینم اتون خداحافظ